منابع امنیتی و مقامات محلی در شمال و شرق افغانستان از جانباختن 24 نیروی امنیتی در حملات سنیه های تونروی طالبان خبر میدهند. یک منبع امنیتی در ولایت کاپیسا اعلام کرد که در کمین عناصر طالبان هفت نظامی جانباخته و سه تن دیگر نیز مجروح شدند. به گفته وی در این درگیری ها نه عضو طالبان نیز به هلاکت رسیده و هفتن دیگر از آنها زخمی شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی در قندوز میگویند که در حمله گروهی تروریست های طالبان به پاسگاه های نیروهای امنیتی در منطقه تلوکه این شهر پنج نیروی امنیتی جان خود را از دست داده و هفت تن دیگر مجروح شدند معروف آزر سخنگوی والی جوزجان نیز خبر داد که بامداد امروز طالبان به پاسگاه های بالا حصار و جبار شهید ولسوالی آخچه حمله کردند به افزود که در نتیجه این درگیری ها 12 نظامی جان باخته و 5 نفر مجروح شدند. عناصر تروریستی همچنین 5 نظامی را اسیر گرفته و دو خودروی زره را با خود بردند. سنی های تون روی طالبان در حالی حملاتش را علیه نیروهای امنیتی افغان شدت داده که تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین افغانی جریان دارد. ینس استولنبرگ دبیر کل ناتونیز روز گذشته در یک کنفرانس خبری وضعیت افغانستان را شکننده توصیف کرد و از گروه طالبان خواست تا به تعهداتش عمل کرده و خشونتها را کاهش داده و با حسنیت نیت وارد مذاکرات بینالافغانی شود